اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تبريك عرض میکنیم میلاد با سعادت هشتمین امام همام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا رو خدمت همه شما بینندگان عزیز هر کجای این کشور اسلامی که هستید یا خارج از مرزهای ایران، و همچنین خدمت زائرینی که در صحنهای مختلف حرم امام رضا امروز و در این ساعت نشستند، مبارک باشه بر همه شما. 11 ذی‌قعده سال روز میلاد عالم آل محمد، الرضا من آل محمد، امام رؤوف، امام مهربان، حجت خدا، بقیت الله فی ارضه. بنده هم نایب الزیاره همه شما هستم. همین اول برنامه از طرف همه شما که شما هم با من همراه بشید عرض میکنم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیک و علی ابیک و علی امک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مطمئن باشید این آقا انقدر بزرگواره که سلام همه شما رو از هر کجای ایران اسلامی، منازلتون، جاهای دیگه نشستید، پذیراست. عده‌ای از عزیزان ما بیمارند، شاید الان در بیمارستان این برنامه رو دریافت میکنند. بیش از 3000 نفر گفتن در اثر کرونا حالشون حال مساعدی نیست و تعداد بیشتری هم بستری هستند در بیمارستانها. عده‌ای در منزل بیمارند در اثر این ویروس، عده‌ای هم به هر حال بیماری های دیگری دارند. پدران ما، مادران ما، فرزندانمون، همه رو امروز دعا کنیم. آقا جانم صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله الاعظم، همون آقایی که شما به احترام اسمش قیام می کردید، همون آقایی که همه شما وعده آمدنشو دادید و ما بی صبرانه منتظریم. گرچه عمرمون به پایان میره، گرچه خیلی این انتظار طول کشید، اما خودتون به ما فرمودید عجله نکنید. باشه، وظیفه داریم، لابد یک مصلحتی است. خدای تبارک و تعالی وقتی حضرت ابراهیم از خدا خواست وابعث فیهم رسولا من انفسهم، خدایا اون پیامبر منتظر، پیامبر خاتم، اون رسولی که کارش تعلیم و تزکیه است، بفرست. خب چند هزار سال طول کشید. حضرت ابراهیم چقدر فاصله داره با پیغمبر ما؟ سوره بقره آیه 129 قرآن میگه ایشون دعا کرد وابعث فیهم رسولا من انفسه، بفرست اون پیامبر. خب سالها طول کشید. ما هم گفتن در مورد ظهور امام زمان نه عجله کنید، چشم عجله نداریم، نه تعیین وقت کنید، نه ادعای خلاصه ملاقات به معنای نیابت و اینها کنید. به ما گفتن مواظب باشید ایمانتون در دوران آخر الزمان حفظ بشه.
همه اینها وظیفه است، ما هم عمل میکنیم. خب آقا جان علی ابن موسی رضا، شما هم برای ظهور فرزندت دعا کن. همه ی عزیزانی که با حاجاتی امروز دارن برنامه ما رو گوش میدن، خب یکی از حاجات این است که انشاءالله این ویروس ریشه کن بشه. خیلی آدم قصه میخوره، این حرم ها خلوت، دور زریح کسی نیست. آقا جان ما محرم رو در پیش داریم، عزاداری ابا عبدالله رو در پیش داریم. شما هم دلت نمیخواد مجلس جد ابی عبدالله خلوت باشه، خودتونی عنایتی کنید. ما میخوایم دوره هم جمع بشیم برای ابی عبدالله عزاداری کنیم، برای امام حسین عشق بریزیم. شما از خدا بخواهید این مجالس محرم ما انشاءالله با شکوه برگزار بشه. البته هرچی که مصلحت ما، تابعیم، تابع در واقع قوانینی، مقرراتیم، اما دلمون میخواد این بچه های ما، این جوان های ما که در طول سال رزقشون رو از دهه محرم میگیرن، از اربعین میگیرن، با زیارت امام حسین میگیرن، اینها خطر داره این فاصله ها برای معنویت جامعه. خب چطور الان آقایان بازگشایی هایی کردن، میگن اقتصاد جامعه نباید لطمه ببینه. عزیزان معنویت جامعه هم نباید لطمه ببینه، خیلی حواسمون جمع باشه. با حفظ همه قوانین انشاءالله مجالس ابی عبدالله علیه السلام هم پا بر جا باشه و امیدواریم تا محرم خدا خودش یه عنایت ویژه ای کنه. خب من عرایزم رو در دو بخش تقدیم میکنم. این آقایی که فرمود رسول خدا پاره تنی از من در خراسان دفن میشه، ستدفن و بزعت منی به خراسان، فرمود هر غم دیده ای او رو زیارت کنه غم دلش برطرف میشه، هر گناهکاری او رو زیارت کنه گناهش آمرزیده میشه. عزیزانی که الان پای گیرنده ها با این حدیث دلتون میلرزه، نگران نباشید، همونجا زائر امام رضا بشید، السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. آقایی که پدرش امام کاظم فرمود پدرم امام صادق، سمعت و ابی جعفر یقول، شنیدم پدرم امام صادق فرمود ان آل ما آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی صلبک. فرمود پسرم، امام کاظم اولاد زیاد داشته، اما فرمود پسرم عالم آل پیامبر در پشت توست، در نسل توست. امام صادق به پسرشون امام کاظم فرمودن لیتنی ادرکتو، کاش من او رو درک کنم، او رو ببینم. این مقام امام رضاست که جد بزرگوارشون امام صادق، که خود امام صادق مروج علوم، مروج دانش هاست، میفرماید کاش من او رو درک کنم و او رو ببینم. میدونید امام رضا و امام و حجت خدا ویژگی هایی داره، عصمت داره، علم غیب داره، ولایت داره، به اذن خدا، همه اینا به اذن خداست. من یه چند تا از معجزات امام رضا رو برای شما عرض کنم که یه مقداری اون اعتقاداتمون و باورهامون قوی بشه. امام به اذن خدا تو زیارت جامعه کبیرم میگیم علم غیب داره، البته این علم غیب رو داده، علم غیب مخصوص خداست، ولایت مخصوص خداست، خلقت مخصوص خداست، اینا همه ویژه خداست. اینا رو بعضیا بد برداشت نکنن، اما همین خلقتی که مخصوص خداست گاهی اجازه میده به حضرت عیسی که خلق کنه. به حضرت عیسی میگه من خلق میکنم، اخلق لکم من الطین، من با گل پرنده درست میکنم، در اون میدمم، روح میگیره و حرکت میکنه. احدی تا حالا نگفته این شرکه، شرک نیست، قرآنه، منتها به اذن الله، بدون تردید، یحیی و یمیت، تمام مرگ ها و حیات ها به دست خداست، اما خدای تبارک و تعالی
اذن مرگ رو به عزرائیل میده. قرآن میگه ملک الموت. تا حالا کسی نگفته این شرکه که ما بگیم عزرائیل جان ما رو میگیره. هممون میگیم. مگه خدا یحیی و یمیت نیست؟ تا حالا کسی گفته شرکه؟ عزیزان من، تحت تأثیر شبهات حساب شده شبکه های ماهواره‌ای، فضای مجازی یا اون خناس هایی که صورت مسئله رو درست میکنن اما محتوای علمی ندارن قرار نگیرید. خلقت مگه کار خدا نیست؟ مگه خدا تو قرآن به حضرت عیسی نسبت نداده؟ مرگ مگه کار خدا نیست؟ مگه در قرآن به فرشته مرگ یعنی عزرائیل نسبت داده نشده؟ خب علم غیب هم مال خداست، شفا هم به دست خداست، اما میتونه به امام بده، میتونه به پیامبر بده. این اعتقاد ماست، این باور ماست. من دو سه نمونه عرض کنم. در مدینه هارون الرشید سخن میگفت. خب هارون الرشید هم قبرش اینجاست، پدر مأمونه. میگد امام رضا علیه السلام اشاره کردن به افرادی که اونجا بودن و به هارون فرمودن من و تو در یک جا جمع میشیم، ترونی و ایاه و تدفن و فی بیت واحد، تو و من و تو در یک جا به خاک سپرده میشیم. کسی نفهمید امام رضا چی میگه. خب امام رضا مدینه است، هارون مدینه است، این علم غیبه. خب هارون الرشید ایران آمد، اینجا به خاک سپرده شد. پس از مدتی که امام رضا شهید شد، امام رضا هم در کنار حرم، در این به اصطلاح این حرم نورانی و در این محل، امام رضا بعدن جلوی قبر هارون قبرشون قرار گرفت. ولذا مستحب به شما الان که میرید زیارت، آشخ عباس هم نوشته وقتی سلام به امام رضا میدید قاتلانشون رو از جمله هارون الرشید که قاتل امام کاظمه لعن کنید، بگید اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین و قتلت الحسن والحسین و قتلت اهل بیت نبیک. خدا یا قاتل امیر المؤمنین یعنی ابن ملجم، قاتل امام حسن و امام حسین و قاتل اهل بیت که هم شامل هارون الرشیده، هم مأمونه، هم منصور عباسی است، اینا همه قاتل اهل بیت بودن، خدا یا اینا رو لعنت کن. این یه خبر غیبی بود که هنوز هارون الرشید زنده بود و امام خبر داد. خبر غیبی دیگر، اینا رو از معجزات امام رضا اول میگم یه قدری باورهامون تقویت بشه. خب شخصی به نام حسین ابن موسی میگه من نزد امام هشتم علی ابن موسی رضا بودم. جوانان بنی هاشم دور ایشونو گرفته بودن. یک شخصی به نام جعفر که از علوی هاست اومد رد بشه، لباسهای مندرسی داشت، فقیر بود، همه با یه نگاه تحقیر آمیزی بهش نگاه کردن. البته همینجا عرض کنم ما حق نداریم به کسی نگاه تحقیر داشته باشیم، تمسخر داشته باشیم. به هر حال اینها مسخره کردن هیئت او رو، قیافه او رو، تیپ او رو. امام رضا علیه السلام فرمودن سترونه عن قریب کثیر المال کثیر الخدم و حسن الهیئه و حسن الهیئه، به زودی او رو با ثروت زیاد، با خادمان زیاد و با یک هیئت و در واقع با یک چهره جدیدی خواهید دید. مدتی نشد حکم خورد برای ایشون، شد والی مدینه. همین آقایی که با نگاه تحقیر بهش نگاه میکردن شد والی مدینه. امام رضا خبر داد. این علم غیب امام علیه السلام. شخصی آمد خدمت امام هشتم گفت یا عبدالله، آقا جان اوصی به ما تورید، به من یه سفارشی بکنید. خیلی جالبه عزیزان بیننده اینو دقت کنید. اومد خدمت امام رضا گفت آقا به من یه سفارشی بکنید. آقا فرمود استعد لما لابد منه، آماده باش برای مرگ، چیزی که همه بالاخره
این شتر در خانه همه میخوابه، همه لابدن منهن. جالبه، خیلی تعجب کرد اون شخص. من از امام رضا خواستم به من سفارشی بکنه. خب مثلا آقا سفارش به صداقت، امانت، زندگی چی شد؟ آماده باش برای مرگ. ناقل حدیث میگه 3 روز بعد این آقا از دنیا رفت. حواسمون جمع باشه، امام رضا گویا به همه ما داره میگه آماده باشید لما لا به ما لابد من، به چیزی که از او لابد دیم. کی باور میکرد بالای 10,000 نفر در عرض چند ماه در اثر یه ویروس تو ایران از دنیا بره؟ 700,000 نفر تو دنیا هنوزم معلوم نیست چه اتفاقی میفته. حواسمون رو جمع کنیم، به فکر آخرتمون باشیم. به فکر آخرت بودن معناش ترک دنیا نیست. نه، لا تنس نصیبک من الدنیا، قرآن میگه سهمتو از دنیا فراموش نکن. خدعه نکنیم، با مردم مکر نکنیم، مال مردم نخوریم، دروغ به هم نگیم. جوانهای عزیز، فکر نکنید همیشه جوان میمانید، فکر نکنید حتما پیر میشید. چقدر جوان تو این بیماری از دنیا رفت. آماده باشیم. امیرالمومنین فرمود آمادگی برای مرگ 3 چیزه. کسی فکر نکنه ما میگیم آماده برای مرگ یعنی کار و تلاش و تعطیل کنه، بره پاشو رو به قبله کنه، تو خانه بخوابه. نه، فرمود اگر ما میگیم برای مرگ آماده بشیم، منظور 3 چیزه: اداء الفرائض، واجباتتون رو انجام بدید. جوانای عزیز، نمازتون رو اهمیت بدید. والله نماز ربطی به عمل کرده من نداره. من بدم، چرا با خدا قهر کردی؟ والله ربطی به عمل کرده فلان مسئول نداره، او اختلاس کرده، شما چرا با خدا قهر میکنی؟ چه ربطی داره؟ والله ربطی به مثلا بعضی از خطاهایی که افراد تو لباس ما، تو لباس مسئول انجام میدن. ما هم انسانیم، مردیم. شما مگر کسی در زمان پیغمبر و در زمان ائمه به خاطر خطای افراد، مگر کم امیرالمومنین کارگزار خطر به اصطلاح خطرناک یا به تعبیر دیگر کارگزار به اصطلاح خیانتکار داشت؟ مگر کسی دینشو کنار میذاشت؟ از این عزیزان ما امروز با نماز قهر میکنن چون یک جای سرخورده شده، پدرش، مادرش، شغلش، یه جا استخدام میخواسته بشه نشده، یه جا وام میخواسته نشده، ازدواجش جور نشده. با خدا رفیق باشید، با خدا رفیق باشید. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هر که با من رفیق باشه، من به او محبت میکنم، او رو محبوب میکنم. خدا شما رو دوست داره. با یه شکست مایوس نشید، با یک ضربه تو زندگیتون عقب نکشید. فرمود آمادگی برای مرگ 3 چیزه: اول فرائضتونه، من نمیگم مستحبات. مگه شما چند تا واجب دارید؟ و حج واجبه، الان طول عمر آدم یه بار، اونم خیلی پولشو ندارن برن. زکات واجبه، مگه خیلی عزیزان ما که الان پای گیرنده هستن، مگه گاو و گوسفند دارن که زکات بدن؟ زکات مال دامه، مال کشاورزیه، که انشالله کشاورزا هم میدن، دامدارا هم میدن، بدن تا مالشون برکت پیدا کنه. تو واجبات فقط همین نماز و روزه است، خمس اهمیت بدیم. دوم فرمود اجتناب از محارم، ترک حرام. بله، حالا یه وقت یه کارهایی حرام نیست، اما اونایی که حرام مسلمه، مخصوصا گناهان کبیره، جوانهای عزیز، برادران و خواهران، اسراف گناه کبیره است، غیبت گناه کبیره است، دروغ گناه کبیره است، شرابخواری گناه کبیره است. گناه کبیره میدونید یعنی چی؟ گناه کبیره پرونده انسان رو سنگین میکنه. این آمادگی برای مرگ. و سوم فرمود رعایت مکارم اخلاق. به هم سلام کنیم، با هم مهربان باشیم، از هم بگذریم،
این ستا میشه آمادگی برای مرگ. کی گفته آمادگی برای مرگ ترک تلاشه، ترک دنیاست؟ گفت آقا علی ابن موسر رضا به من سفارشی بکنید. آقا فرمودن آماده باش برای مرگ، برای چیزی که لابدی از اون. سه روز بعد این شخص از دنیا رفت. یکی دوتا معجزه دیگه از امام رضا علیه السلام نقل کنم و برم بخش دوم عرائزم. در یک روایتی دارد خانمی به نام ام حبیب میگه خواب دیدم. آقایون خواهرها میدونید بعضی از خوابها رؤیای صادقه، پیام داره، خدا گاهی تو خواب انسان رو متوجه حقایق میکنه، البته نه هر خوابی. میگه در عالم خواب دیدم خدمت پیغمبر خدا رسیدم، حضرت ازشون تقاضای کمکی کردم، حضرت 18 دانه خرما به من داد. خواب دیدم، از خواب برخواستم و همون روز ایشون تو مکه بوده، همون ایام اومدم تو منا، دیدم علی ابن موسر رضا علیه السلام نشسته. رفتم خدمت آقا علی ابن موسر رضا، عرض ارادت کردم، گفتم آقا به من یک مرحمتی بفرمایید. آقا 18 دانه خرما به من داد. گفتم آقا زدنی، یک کمی بیشتر بدید. فرمود پیغمبر تو خواب چند تا دانه خرما بهت داد؟ یعنی چی؟ یعنی همون حدیثی که ما میگیم اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. ما با پیغمبر و رسول خدا یکی هستیم، پاره تن پیغمبریم. تو عالم رؤیا پیغمبر به تو 18 دانه خرما، امام رضا هم خدایا این آقا یه عنایتی امروز به ما بکنه، یکی از این خرماها، یکی از این نگاهها به همه ما بکنه، خیلی کارهامون اصلاح میشه. برادران عزیز، خواهران گرام، باورهامون باید قوی باشه. مبادا یه وقت با یه بیماری، با یک شکستی تو زندگی باورهامون سست بشه. نه، امام رضا همون امام رضاست، خدا هم سر جاشه. ما شل شدیم، ما عوض شدیم، ما تغییر کردیم. این تغییر مواظب باشیم تو زندگیمون ما رو دور نکنه. این آقا آقاییه که نه فقط شیعیان، من مواردی یادداشت کردم دیگه فرصت گذشت، از اهل سنت، برادران اهل سنت که الان هم زیاد میان حرم، الان عده‌شون بیننده ما هستند، روایاتی و منابعی که حالا یک به اصطلاح کتابی هم من دیدم، مقالاتی دیدم که در ارتباط با زیارت امام رضا در سیره اهل سنت تدوین شده، بزرگانی از اهل سنت مثل جوینی و دیگران توجه خاص داشتن به زیارت امام رضا. پاره تن پیغمبره، بله، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها بزع و پاره تن رسول خداست. این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم. اما صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح و نافدا. من یک عبارتی است از امام رضا راجع به امام. عزیزان بیننده میدونید من بارها گفتم هرچی اعتقادات ما قوی تر باشه اعمال ما هم قوی تره. یعنی اینی که قرآن میفرماید اعتقادات مثل یک درخته، درخت هرچی ریشش قوی تر باشه میوهش هم بهتره. مثل و کلمت طیبه، کلمه طیبه یعنی توحید، یعنی اعتقادات. که شجرت طیبه، توحید مثل درخت پاکیزه است، اصلها ثابت. ما الان اگر خانواده ها نگران فضای مجازی هن، اگر آقایان در صدا و سیما دیدم این روزها تو مصاحبه هاشون گفتن ما نگران جوانها هستیم از نظر حجمه های فضای مجازی، یکی از دلایلش این سست بودن بنیانهای اعتقادی است. هم آقایان منبری ما، هم برنامه های سیمای ما، هم فضای مجازی ما، اینا رو که از ما نگرفتن، چرا خودمون رو باختیم؟
مگه به من اجازه نمیدن تو فضای مجازی حرف بزنم؟ مگه به شما اجازه نمیدن؟ حرف بزنید، صحبت کنید، کتاب بیارید، مقاله بیارید، گفتگوهای کوتاه بذارید تو صدا و سیما، اجازه گفتگو بدید، صحبت بشه، تقویت کنیم بنیانهای اعتقادی جوانان رو. اگر یک کسی واکسینه شد، وسط وبا هم بره هیچ اتفاقی براش نمیفت. آدمی که در واقع باورهاش ضعیفه با یه شبه از صحنه خارج میشه. شما فکر نکنید شبه مال امروزه، نه، امام صادمان امام صادق هم بوده، زمان رسول خدا هم بوده. منکر خدا داشتیم، منکر پیامبر داشتیم، منکر امام داشتیم، نسبت به قرآن چقدر اشکالات داشتیم. در زمان امام عسکری افرادی کتاب میخواستن علیه تناقضات قرآن بنویسن. همیشه این چیزا بوده، به انبیا، به اولیا، هیچ وقت ائمه ما صحنه رو خالی نکردن. بله، هشام رو که یه جوان امام صادق اونطور تقویتش کرده که نه تنها خودش رو نبازه، بتونه جواب بقیه رو هم بده. آیان آموزش و پرورش، از زحمت همه شما ممنونیم، اما خب ببینید توی مباحث دینی کم کار کردید. تمام بچه ها ذهنشون روی بحث ریاضی، زیستشناسی، علوم، خوبم هست، بالاخره میخوان پزشک بشن، مهندس بشن، درس بخوانن، اما نگاهشون به درس‌های دینی چرا؟ چرا یه روش جدیدی تو بحث‌های دینی ارائه نکردید؟ چرا بحث‌های دینی تو مدارس به صورت گفتگو محور، کارگاه آموزشی، طرح شبهات پر جاذبه نبوده که این کلاس یا این درس فقط یه نگاه نمره آوری بهش باشه؟ اینم ما میخونیم که معدلمون بالا بره. چرا نگاه درسی نداشتیم به اینها؟ اینا مهمه. بچه های ما بهترین پزشکم بشن، بهترین زیستشناس و مهندس هم بشن، قوی ترین اطلاعات ریاضی و فیزیک و شیمی هم داشته باشن، وقتی باورهای دینیشون سست باشه این از دست شما خارج میشه. نمیتونید این رو به عنوان یک نیروی خودی ازش استفاده کنید. شهید چمران باورهاش قوی بود، این مهمه. شهید چمران، شهید بابایی، باورهاش قوی بود، لذا او در امریکا هم که بود تو اتاق جنرال امریکایی نمازشو میخواند، او تو خوابگاهی که مرکز روابط دختر و پسر و فساد هم بود، اونجا هم که بود شب میآمد تو خیابان حرکت میکرد، قدم میزد، میگفت خسته بشم زود بخوابم که یه وقت دچار انحراف های درون خوابگاه نشم. چرا تونست تو امریکا خودشو حفظ کنه؟ چرا شهید چمران تونست تو لبنان، ایران، اروپا، در همه جا؟ چون باورهاش قوی بود، این مهمه. شهید صیاد شیرازی یک نظامیه، اما من خودم گاهی پای سخنرانی ایشون میشستم، کنه عارف داره سخن میگه. چرا باید مقام معظم رهبری خم بشه، بوسه بر تابوت او بزنه؟ یک مرجع، یک عالم، یک رهبر، یک سید، یک فرهیخته، یک شخصیت مؤمن متدین، چرا اینطور از صیاد؟ چرا مقام معظم رهبری باید بفرماید من شب و روزی نیست که به یاد شهید سلیمانی نباشم؟ شهید سلیمانی چه کرده؟ شهید سلیمانی یک نظامی است، اما یک نظامی باورمند. وقتی سخن میگه گویا یک عارف داره سخن میگه، یک عالم حوزوی داره سخن میگه. این خیلی مهمه. سلیمانی خود رو ساخت که تونست جوانها رو بسازه. شهید سلیمانی نفس خود رو کشت که تونست داعش رو در دنیا نابود کنه. شهید سلیمانی چرا مهمن؟ بل خودم از نزدیک دیدم چجوری رهبر عظیم و شأنش رو در آغوش میگیره، جلو چشم همه دوستانی که ایستاده بودن و بعضیا از مسئولین بالای نظام. در میان جمع بنده خودم دیدم چطور بعد از روزه ها آقا ایشونو در آغوش میگیره، چطور دست سرش میکشه، چطور ایشونو میبوسه، میبویه. چرا؟ چه کرده بود که ایشون همین اخیرا فرمود
من شب و روزی نیست به یاد شهید سلیمانی نباشم به این مضمون. شهید سلیمانی باورهاش قوی بود، اعتقاداتش قوی بود. جوانهای عزیز، رو این زمینه کار کنید، کتابهای اعتقادی بخوانید، کتابهای تاریخی بخوانید. اینا موجب میشه نتونه یک آدم دور دیده خبیثی تو فلان شبکه وهابیت یا فلان شبکه انحرافی بیاد باورهای شما رو زیر سوال ببره. با خدا رفیق باشید، خدا مهربانه. اگر خطایی کردید برگردید. ان الله یحب التوابین، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. امام رضا علیه السلام و اهل بیت واسطن بگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. خب فرصتی نمونده برای من این چند دقیقه که باقی مونده این جمله رو بگم. امام رضا وقتی ایران آمدن، خب ایشون 3 سال اینجا بودن، به مرو رفتند. مرو الان جزء ترکمنستانه. اون موقع این کشور ایران پهناور بود و مرو در واقع محل استقرار مأمون بود که امام رضا رو دعوت کرد به اونجا. در یه روایتی دارد امام وارد مسجد جامع مرو شدند. روز جمعه ای بود، خطاب به شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم. خیلی روایت جالبه، حیف که فرصت نیست من همشو بخوانم، یه بخشایشو میخونم. شروع کردن راجع به امامت صحبت کردن. من بخشایشو ترجمه میکنم برای شما. فرمودن یا عبدالعزیز، جناب عبدالعزیز، عده‌ای جاهلانه با موضوع امامت برخورد کردن. آقای عبدالعزیز، ان الله لم يقبض نبیه حتی اکمل له الدین. این خیلی حرف نادرستی است که ما بگیم پیغمبر از دنیا رفت و دین رها شد. نه جناب عبدالعزیز، خدا قبل از این که پیغمبر از دنیا بره دین رو کامل کرد و انزل علیه القرآن، قرآن نازل کرد و به او گفت تکلیف مردم بعد از تو چیه، که همون ولایت امیر المومنینه. بینندگان عزیز، برادران و خواهرانی که از فرقه های مختلف دارید عرایز منو گوش میدید، خواهش میکنم رو این حرف فکر کنید. قدیر نزدیکه. خواهش میکنم تعصب رو کنار بگذاریم، یه مقداری به حادثه قدیر عالمانه نگاه کنیم. جوانان عزیز که مورد خطاب منید، میشه معاویه‌ای که با اون تزویر به حکومت رسیده، 20 سال خلافت کرده، موقع مرگش جانشین خودش رو تعیین کرده، میشه تمام خلفای بنی عباس، بنی امیه، الان تو دنیا شاهان دنیا، اینا که حالا حکومتشون ریاست جمهوری نیست، وراثتیه مثل عربستان و جاهای دیگه، ولیعهدشون معلومه، جانشینشون معلومه. میشه رسول خدا از دنیا بره یک کلمه راجع به جانشینش حرف نزنه؟ والله این توهین به پیغمبره، این نسبت بی فکری دادن به پیغمبره. فرمود عبدالعزیز، مردم جاهل شدن این حرفو میزنند. نمیشه. فمن زعم ان الله، اگر کسی گمان میکند خدا دین رو کامل نکرد، فقط ببینید عبارتو، رد کتاب الله فهو کافر، قرآن رو رد کرده. اگر کسی گفت پیغمبر از دنیا رفت و هیچ راجع به جانشین خودش نگفت، چون 3 تا فرض دیگه، ما 3 تا فرضیه داریم، قدیر نزدیک، من دلم میخواد این حرفو بزنم. فرض اول این است که پیغمبر از دنیا رفت و سکوت کرد، یک کلمم راجع به جانشینش حرف نزد. به خدا اگر کسی اینو ثابت کرد، ما هم دست از قدیر و ولایت حضرت علی بر میداریم. ثابت کرد پیغمبر در طول 23 سال هیچی راجع به جانشین خودش نفرمود. فرض دوم این است که نه، فرمود، اما خبرگانی تعیین کرد، شورایی تعیین کرد، انسانهای فرهیخته‌ای رو تعیین کرد، گفت من اگر از دنیا رفتم شما بگید جانشین من کی باشه. اگر کسی اینو ثابت کرد من دستشو میبوسم، بگه کیا بودن، با چه شرایطی، کجا پیغمبر فرمود. این 2 تا فرض.
اما فرض سوم این است که پیغمبر جانشینش رو تعیین کرد. والله که قسم جلال است در کنار حرم این امام رضا که دارم حدیثش رو میخونم ده ها شاهد برای این سومی داریم، نمیشه انکار کرد، نمیشه. شاهد اول همون روزای اول بعثت که فامیلاشو پیغمبر دعوت کرد، شیعه و سنی نوشتن دست علی رو گرفت، فرمود ایشون خلیفه و جانشین منه، که به این میگن حدیث یوم الانذار. در تبوک علی جان تو مثل هارون نسبت به منی، انت منی به منزلت هارون من موسی، و جاهای مختلف انت وسیی خلیفتی علی مع الحق و الحق مع علی. بارها اوجش قدیره که امروز تو دعای ندبه میخونید من کنت مولاه فعلی مولاه. چرا نسبت به قصه امامت کوتاهی کنیم؟ مسئولیم پیش خدا، مسئولیم. امام رضا به عبدالعظیم ابن مسلم فرمود الامام واحد و دهره، امام تو زمان خودش بی نظیره، تنهاست. امیر المومنین امامه، امام حسن امامه، امام رضا الان امام زمان، ارواح و نافدان نظیر نداره، تنها حجت خدا روی کره زمینه. فرمود هیچ کس معادل او نیست، لا بدل ولا لهو مثل ولا نظیر. بعد یه جمله ای فرمود، دلم میخواد به بینندگانی که الان نشستن پای گیرنده ها و عزیزانی که تو صحن دارن حرفای منو گوش میدید، کنار حرم امام رضا این جمله رو بگم. فرمود الامام الانیس الرفیق، امام مثل یه دوست مهربانه، والوالد الشفیق مثل یک پدر صمیمی است، مثل یک برادر پشتوانه است، مثل یک مادر نسبت به فرزنده. بله ببین چقدر قشنگه از نظر عاطفی نگاهتون به امام. چطور با مادرت درد و دل میکنی؟ چطور با پدرت درد و دل میکنی؟ چطور یه بچه کوچیک مثلا 2 ساله 5 ساله تو آغوش مادر میره؟ فرمود امام مثل مادر است، والام نسبت به بلولد صغیر. فرمود امام ابر بارش داره. الامام امین الله فی خلقه، امین خدا در بین زمینه، حجت الله علی عباده. فرمود امامت مثل انبیاست، منزلت الامام منزلت الانبیا. مگه نبی رو مردم تعیین میکنن؟ مگه مردم مکه تعیین کردن رسول خدا پیامبر باشه؟ مگه مردم تعیین کردن ابراهیم پیغمبر باشه؟ مگه مردم تعیین کردن حضرت یوسف نبی باشه؟ خدا یوسف رو نبی قرار داد. فرمود، عبارت رو ملاحظه بفرمایید، فرمود ان الامامه منزلت الانبیا، مثل مقام نبوت. شاهد داریم بر این مطلب در این صبح جمعه که متعلق به وجود آقامون حجت ابن الحسنه. و شما عزیزان بیننده میدانید داستان امام زمان داستان شیعه و سنی و مسیحی و مسلمان نیست. تمام ادیان الهی خبر دادن یه موعودی خواهد آمد. و این جمله رو من به شما بگم، اگر امام رضایی که کنار حرمش نشستم و من الانم که این برنامه تمام شه از طرف همه شما میرم توی صحن سلام میدم به آقا، اگر فرمود امام مثل پدره، مثل مادر مهربانه، مثل برادره، یعنی امروز امام زمان مثل یه پدر چترش رو سر ماهاست. فکر نکنید یک امام راکده، فکر نکنید یک امام کنار از صحنه است. خدا امام زمان امروز به درد شما دردناک میشه، به شادی شما فرحناک میشه. بله حضور حضور داره، عین الله ناظر است. ارتباط داشته باشیم، ولو هفته یه بار صبح به صبح یه صدقه برای سلامت آقا بذاریم، ولو یه اللهم کل ولی یکی بخوانیم هر روز، ولو یه اللهم عجل ولی یک الفرجی بگیم، ارتباطمون رو با امام زمان حفظ کنیم. همه یه حرف من تو یک جمله جمع، باورهاتون رو تقویت کنید، با خدا رفیق باشید، عمل کرد افراد رو پای رابطتون با خدا نگذارید، هیچگاه افراد رو نماینده خدا
غیر از معصومین ندانید. آقا منم یه طلبم، اون آقا میگه بله عالم دینی احترام داره، اکرم العالم. فرمود من وقر عالمن، کسی عالمی رو اکرام کنه پیغمبران منو اکرام کرده. اما همون عالمم ممکنه خطا کنه، همون مسئولم ممکنه خطا کنه. اونی که معصومه انبیا و ائمه هستن، چرا بعضیا چوب حراج به دینشون میزنن؟ به خاطر بعضی ناملایماتی که تو کشور پیش میاد. این همه ی حرف منه، مواظب باشید. این دعا رو خیلی بخونید، منم این دعا رو میخونم و بحثم رو جمع میکنم. یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. به آبروی امام رضا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بنما، بیماران و جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، امام عزیز، شهید سلیمانی بزرگوار، شهید بهشتی که ایام شهادتشون نزدیک بود، امشب سر سفره امام رضا میهمان بگردان. خدایا این کشور رو حفظ کن. رهبر هوشمند، محبوب و مقتدر ما رو سلامت و عزت و نفوذ کلام عنایت بفرما. به آبروی این امام رضا، هر مسئولی در هر پستی، اداره کل، وزارت خانه، رؤسای قوا، به این مردم خالصانه خدمت میکنه، خدا یاری کن. و هر مسئولی در هر قسمتی به این مردم خیانت میکنه، اموال این مردم رو میبره، قصد سوء به این نظام و انقلاب داره، در هر جناهی که هست فرقی نمیکنه، به آبروی اهل بیت قسمت بدم، اون مسئولی که خیانت به این خون شهدا میکنه او رو رسوا کن. و به آبروی اهل بیت جوانهای ما رو حفظ کن، عاقبتمون رو ختم به خیر کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.